طالبان با صدای بلند به آتش بس نگفتند. دلیل این همه اصرار دولت افغانستان چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. هنگام سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بعد از نماز عید فطر، صدای راکت‌های شورشیان در ارگ ریاست جمهوری تنین انداز شد. طالبان هم یک روز قبل از آتش بس یک جانبه و مشروط دولت افغانستان با صدای بلند آن را رد کردند. ولی آنها هنوز پنجره گفتگو با آمریکایی‌ها را نبستند. ملا هبت الله رهبر طالبان از آمریکا خواسته صادقانه رفتار کند. این گفتگوها بر سر چیست؟ دولت افغانستان در چه موقعیتی است و در چنین اوضاع و احوالی چقدر میتوان به نتیجه بخش بودن تلاش‌های صلح کابل امید بست؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم با میهمانان برنامه. شاه حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان از کابل. باز از کابل نورالرحمن اخلاقی، عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان. و اینجا در استودیو یاسین رسولی، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل افغانستان. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. سال اول را از آقای مرتضوی میپرسم، چرا این همه اصرار دولت وقتی که طالبان به این بلندی و به این روشنی نمیگند؟ بسیار تشکر از شما. با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون و با عرض تبریک عید. آنچه که سبب شد تا حکومت افغانستان بیشتر روی صلح و آتش بس تمرکز کنه، در واقع خواست و فتوای متفقه علمای افغانستان بودن که نزدیک به 3000 تن در کابل جمع شدن و یه خواست از حکومت افغانستان به آدرس حکومت افغانستان و طالبان مطرح کردن و حکومت به خواست لبیک گفتن و در عید سعید فطر آتش بس اعلام شد و ما یک تجربه خوبی داشتیم. همچنان در مشوره هایی که با اقشار مختلف در افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه ها، زنان، مشوره هایی که صورت گرفته، خواست همه شهروندان افغانستان پایان دادن به جنگ و آوردن صلح و ثبات در افغانستان هست. چیزی که میخوایم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون مطرح کنم است که بحث آتش بس از یک موقف ضعیف نیست، بلکه بحث آتش بس به این هدف مطرح میشه تا ما بتانیم زمینه گفتگوهای سازنده و مثبت برای یک صلح پایدار در افغانستان فراهم کنیم. خیلی خوب. آقای و به یک نمونه میخوایم خدمتتان اشاره کنیم. بله. آقای مرتضوی، شما گفتید که به فتوای علمای افغانستان دارید عمل میکنید. من مطالب طالبان رو گوش میکردم، پاسخ اونها رو دنبال میکردم. اونها میگن که این علمایی که ارگ کاخ ریاست جمهوری افغانستان از اونها حرف میزنه اکثرا روحانیون دولتی، روحانیون حکومتی هستن و حتی اونها اشاره میکنن که زمانی مثلا همین روش رو دکتر نجیب الله دنبال میکرد، میرفت مثلا در نماز حاضر میشد و حرف از صلح میزد. اونها میگن که علمای واقعی، روحانیون واقعی که حرف از دین میزنن، اونها با این دولت سر موافقت ندارند. به هیچ وجه ادعا درست نیست. اولی که حکومت افغانستان، وزارت حج و اوقاف بر مساجد بسیار محدودی در افغانستان اونا کنترل داره. ما بیشتر از 100,000 مسجد در سراسر افغانستان داریم که او توسط علمای افغانستان، توسط مردم افغانستان تمویل میشه، اداره میشه و آواز حمایت از صلح و آتش بس از تمام مساجد بلند است. دومی که علمای جهان اسلام در عربستان سعودی جمع شدن، اونا هم از طرح آتش بس و صلح حمایت کردن. علما در اندونزیا جمع شدن، اعلامیه رسمی دادن و همچنین امام کعبه و حرمین شریفین رسما در رابطه با آتش بس و صلح افغانستان اعلام موقف کردن که طی 40 سال به سابقه است. بنابراین در تمام کشورهایی که در پیرامون افغانستان هست، در کشورهای منطقه، آواز حمایت از پروسه صلح در افغانستان درست بلند هست و این صدای مردم افغانستان است و صدای همه علمای جهان اسلام است. آقای اخلاقی، آقای مرتضوی اشاره کردند که اجماع عمومی وجود داره، خواسته ملی صلح و گفتگو با طالبان.
آیا از نظر شما هم از شمال تا جنوب، شرق تا غرب افغانستان همه خواهان این هستند که به هر شکل ممکن باید با طالبان صلح کرد و طالبان رو آورد پای میز مذاکره؟ سلام بر شما و عید بر شما و بینندگان محترم مبارک باشه. در بحث قبل از اجماع عمومی احساس میشه که ضعفایی که استراتژی ترامپ در مورد افغانستان و منطقه داشت داره خودش رو نمایان میکنه و اینا باعثی هستند که این فاز جدیدی از صلح طلبی شروع شده. شما میدانید که یکی از مسائلی بود که باید بر طالبا بر حد فشار وارد میشد و اونا پای میز مذاکره حاضر شوند، بر پاکستان عین همین. اما متاسفانه دیده میشه که فشار بر دولت افغانستان و بر نیروهای بین المللی در افغانستان در حدی وارد شده که اینا پای میز مذاکره دارن حاضر بشن. این ما برخلاف آقای متزوی باور میست که شروع از یک نقطه ضعیف است و تضرع برای صلح است. از طرفی هم بحث اجماع، نه، شما همه شاهدین که در آتش بسی که در ایدی گذشته صورت گرفت همه معترض بودن که کسی در جریان نبود. شما میدانین که حوزه مقاومت افغانستان یکی از طرفهای اصلی بحث صلح است، برای که سالیان متمادی اونا در برابر ظلم و استبدادی که از آدرس طالبان بود رزمیدن و جنگیدن، اما جایگاهشان در مباحث صلح که مطرح میشه در کجاست؟ این نبود اجماع بود که ائتلاف بزرگ ملی، جمعی بخشی از اراسط و ثبات، جمعی یک تیمی از آقای کرزی، همه اینا آمدن گفتن ما گفتگوهای مستقیمی صلح با طالبان شروع میکنیم. اگر اجماعی می بود که همه اکتفا میکردن برای که گفتگوهای صلح از آدرس آقای غنی و از آدرس حکومت باشه، معناش این بود که یک بی‌اعتمادی وجود داشت، یک نگرانی وجود داشت و یک بی‌اطلاعی از پروسه صلحی که روی دست دست وجود داشت. صحیح. آقای رسولی شما چی فکر میکنید؟ دولت افغانستان اثر ناچاری به سمت مطرح کردن صلح با شدت بیشتر داره حرکت میکنه یا اینکه گردن گذاشتن به یک اجماع عمومی است؟ در واقع بعد از یک هفته خونین که بیش از 200 سرباز اردوی ملی شهید شدند و بیشتر از همین تعداد افراد ملکی کشته شدند، اشرف غنی دچار توهم است که اعلان آتش بس میکنه. در واقع او برداشتی که از جنگ در افغانستان داره برداشت شخصی است. کسی که تجربه جنگی نداره، کسی که یک روز هم جنگ نکرده اما هر روز کارهای روزانه اردوی ملی را مدیریت میکنه و کل فضای جنگ را میخواه هم مدیریت بکنه. و حمله امروز طالبان نشان داد که طالبان نه تنها آتش بسی اشرف غنی را جدی نگرفتن بلکه به استیزا گرفتن. این یک میخواه به خیال خود میخواه که یک خوشبینی زیاد را بپراکنه یا اینکه از روی بسیار استیصال است. دقیقا میخواه که خوشبینی در جامعه پخش شوه و استیصال کم شوه، در حالی که بیشتر میشه. خیلی از رئیس جمهورهای دنیا تجربه جنگی ندارند. آیا میشه گفت که اونها حق ندارن در زمینه مسائل نظامی اظهار نظر کنن یا حتی رهبری اونها مخدوش هست؟ در واقع در سیاست رهبری سیاستمداران بر جنرال ها به عنوان یک اصل پذیرفته شده دموکراتیک است که در افغانستان هم باید پذیرفته شود، اما کارهای روزانه وزارت دفاع یا اینکه عساکر ما در 4 ولایت در هفته گذشته طالبان هجوم بردن به پایگاه های ارتش و در هر 4 ولایت یک روند را ما شاهد هستیم. روندی بوده که اینا در محاصره قرار گرفتن، تقاضای کمک کردن، کمک نرسید، طالبان لحظه به لحظه شدت محاصره را بیشتر کردن، تنگتر کردن و آخر همه قتل عام شدن، کشته شدن. در همه 4 ولایت هم اتفاق افتاد و به خاطر اینکه روزانه شخصا اشرف غنی امور جنگ را مدیریت میکنه. منظور پالیسی نیست، پالیسی باید در دست سیاستگزارا باشه، اما مدیریت وزارت دفاع و همچنین وجود ستون 5 در وزارت دفاع که یک فاکتور اصلی در تلفات بسیار زیاد و خونین هفته گذشته بود. آقای مرتضوی، مهمانان دیگه برنامه معتقدند که دولت افغانستان در شرایطی نیست که بگیم دست بالا رو داره در مذاکره یا در میدان نبرد.
چه عاملی شما رو امیدوار میکنه؟ چه عاملی رئیس جمهوری افغانستان رو وامی داره که با وجود این تلفات، با وجود حمله های طالبان، با وجود فشارهای شدیدی که داره وارد میشه، همچنان حرف از آتش بس میزنه، همچنان حرف از صلح میزنه؟ ببینید جناب آقای موسوی، ما یک مرور کنیم روی آتش بسته که در عید فطر اعلام شد و نتایجی که به همراه داشت. تمام فرضیه ها برای این بود که بدنه اصلی نظامیان طالبان حاضر به ترک جنگ نیست و شورای کویته است که حاضر به گفتگو است، و این بارها پاکستانی ها مطرح میکرد که ماشین جنگی طالبان حاضر به گفتگو و ترک جنگ نیست. اما در آتش بست عید سعید فطر 30,000 طالب وارد شهرها شدند، با مردم عکس گرفتند، آیس کریم خوردند و اونا نشان دادند که نمیخواین در افغانستان جنگ ادامه پیدا کنند. چیزی را که اخلاقی سه به اشاره کردن، بدون شک ما در اصل بحث صلح کل مردم افغانستان اجماع داره، در شیوه گفتگو، در طرح گفتگو اختلاف نظر وجود داره، ولی طرح گفتگوهای صلح با دیدگاه همه جریان ها، همه اقشار به شمول طالبان باید روی میز مانده شود، بحث شود تا ما به یک نتیجه برسیم. چیزی را که اخلاقی صاحب اشاره کرد، دقیقا آقای قانونی در جلسه مشترک رهبران جهادی برای جمهور مطرح کرد، نگرانی های حوزه مقاومت مطرح کرد و رئیس جمهور مشخصا ازش خواهش کردند که تمام نگرانی هایی که در حوزه مقاومت وجود داره فهرست شود، طرح مشخصی که در رابطه است او تدوین شود تا مشترک روی کار کنیم. چیزی را که رسولی صاحب اشاره میکنه، در واقع حرف های خودش را نقض میکنه. آقای رسولی هم کدام فرمانده جنگی نبوده که امروز در رابطه با جنگ اظهار نظر میکنه. قانون اساسی افغانستان خوب است که بخواند و صلاحیت های رئیس جمهور در رابطه با جنگ و صلح مشخص است و رئیس جمهور در مطابقت به قانون عمل میکنه. آنچه که این رو نباید فراموش بکنیم که الان اگر گفتگوی با طالبان هم هست، مذاکره هم هست، دولت افغانستان بیرون گذاشته شده، شاید به همین دلایل الان آمریکایی ها طرف گفتگو هستند. به هیچ وجه شما جناب موسوی، اعلامیه های رسمی ایالات متحده آمریکا، صحبت های مقامات رسمی آمریکا را در افغانستان و آمریکا اگر تعقیب کنید، ایالات متحده آمریکا، همکاران بین المللی ما صرفا نقش حمایوی و تسهیل کننده در پروسه صلح دارند. در نشست قطر نماینده بوده از دولت افغانستان آقای مرتضوی؟ در نشست قطر، در گفتگویی که بین یک مقام وزارت خارجه آمریکا و همینطور مسئول سیاسی دفتر طالبان در قطر بوده، آیا کسی از شما حضور داشته؟ تمام گفتگوهایی که ایالات متحده آمریکا انجام داده، این مذاکره برای مذاکره هست. نه، سوال من آقای مرتضوی، یعنی اونا به نیابت آیا کسی از دولت افغانستان در اینجا بوده یا نه؟ فقط بله، من میخوام تکرار کنم که هیچ کشوری به شمول ایالات متحده آمریکا حق نیابت و نمایندگی از دولت و ملت افغانستان نداره. در رابطه با صلح حکومت افغانستان هست که به نمایندگی از مردم افغانستان صحبت میکنه، تصمیم میگیره، و اگر روز ما به نتیجه میرسیم باید او را ما در سطح بسیار کلانتر که پارلمان افغانستان است یا جرگه است باید فیصله نهایی کنه. هیچ کشور دیگه در مورد ما تصمیم گرفته نمیتونه. آنچه که تا حالا اتفاق افتاده صرفا در نقش تسهیل کننده بوده و مذاکره بوده برای اینکه ما چگونه مذاکره را زمینش تسهیل ببخشیم. یعنی آمریکایی ها پادرمیانی میکنن که طالبان بیان با دولت افغانستان صحبت کنن، تسهیلات فراهم میکنن برای گفتگو. آقای اخلاقی، آقای مرتضوی گفتن که نگرانی های طیف شما که ازش تحت عنوان طیف مقاومت یاد کردید در نظر گرفته شده، ولی در میان خود شما چقدر واقعا اتفاق نظر و وحدت نظر وجود داره؟ حتی در میان مثلا حزبی که شما عضو شورای رهبریش هستید، جمعیت اسلامی افغانستان، ما میدونیم که اختلاف نظرهای عمیقی وجود داشته. در مورد صلح با طالبان و موقف جمعیت اسلامی، شما میدانین که آغازگر این بحث رهبری شهید جمعیت اسلامی افغانستان بود. یعنی در مورد بحث صلح در افغانستان جمعیت اسلامی افغانستان پیشتاز است و در این مسئله هیچ اختلاف نظری وجود نداره. اما میمونه مکانیزمایی که چطوری
کدام اسلحه مد نظر می باشند، چی شرایطی غیر قابل تغییر است، چی شرایطی پذیرفته می شود. نگرانی اصلی اینهاست برای اینکه مبحث صلح امر خمی که شما اشاره کردین، حتی از گیری رئیسی جمهوری حکومت، رئیسی حکومت وحدت ملی هم بیرون مانده و احساس میشه که اینا دارن تابع میشن برای اون چیزی که داره در دبی و در قطر اتفاق میفته. هرچی باشه، بحث شروع مذاکرات صلح آمریکا با طالبان شکستی بزرگی است برای حکومت وحدت ملی. شما میدانین که یک مشروعیتی برای طالبان داده شده که پس گرفتنش ناممکنه. شما میدانین که برای حکومت مرکزی یک بحثی عدم مشروعیتی در مسائل سیاسی پیش آمده. شما اخلاقی وقتی شما میگید شکستی بوده برای دولت وحدت ملی، شما یکی از اعضای ارشدتون وزیر خارجه این دولت هست، یکی از اعضای ارشدتون رئیس اجرایی این حکومت هست، اصلا با نام حزب جمعیت اسلامی رفته جو، اعضای شما مشارکت فعال دارن در این دولت وحدت ملی و احتمالا سیاستی که از اون تحت عنوان سیاست شکست خورده یاد میکنید؟ اینا متاسفانه برای همه مردم افغانستان روشنه که در دولت وحدت ملی یک تیم تصمیم میگیره و یک تیمی که به اصطلاح کچینگ گروپ ارگ، و اینم صداهای شما از هر آدرس دارین که حکومت وحدت ملی و سهم 50% فقط در نام باقی ماندن، صداهای شما حتما شنیدین از دکتر سیب عبدالله مجمع اینا. اما روی هم رفته، بحث ما بحث کلانتری قضیه است. یعنی حکومت وحدت ملی یک به یک شکست بزرگی سیاسی روبرو شده، برای اینکه حالا دیگه هر سازمانی، هر کشوری که در خفا هم با طالبان رابطه داشتن، وقتی آمریکا علنا داره با اینا رابطه تامین میکنه، اونام برای خودشون این حق قبیتن که بیان رابطه علنی با اونا تامین بکنن. معناش است که اونا در این سالی که داره میگذره موفقیتی بزرگی رو به دست آوردن. از طرفی هم بحثی که در افغانستان به عنوان یک مبحث جدی مطرح هست است که نگاه حکومت بیشتر تا مبتنی بر یک دولتداری و حکومتداری و تامین عدالت باشه و برآمدن صلح باشه، بیشتر در مسئله صلح نگاه قومی خوانده می شود. این یکی از نگرانی های کلان است، برای که همه کسانی که مربوط به قومی خاص هستند دخیل هستند در پروسه صلح و می دانند که چی در گذر است و بقیه اطلاعی ندارند از قضیه. شما نگرانی های آقای محققه که معاون ریاست اجرایی است، حتما اعلامیه‌اش خوانده این، از کسان دیگر هم متوجه است. درست. از این که همین دکتر، من از آقای رسولی بپرسم. آقای رسولی، گفته میشه خیلی این طرف گفته میشه که گویا جریانی در دولت وحدت ملی قدرت رو قبضه کرده، همه چیز از کانال اونها انجام میشه، بنابراین اگر ناکامی هست هم باید به پای اونها نوشته بشه. تا چه حد این درسته؟ این یک نگرانی عمومی است، 100% درسته. در کابل همه میدانن که اشرف غنی نه تنها تمام امور مربوط به صلح و جنگ در قبضه خود گرفته، بلکه حتی در درک شرایط جنگ افغانستان هم دچار توهم است. اشرف غنی فکر میکنه که رئیس جمهوری همه افغان است، از جمله طالبان، در حالی که البته با رأی سر کار نیامده. اطلاق کلمه رئیس جمهور ما درست نمیبینم. با آن هم او یک تصور داره که مانع کشته شدن و یا تلفات بیشتر طالبان هم شود و همچنان مانع کشته شدن اردوی ملی. یعنی در یک شرایط جنگی، یک کسی که فکر میکنه که هر دو طرف جنگی رهبر و رئیس هر دو طرف جنگ هست، نتیجهش فقط وخیم شدن اوضاع امنیتی است و نتیجه در مدت چند ماهی که از عمر از حکومت مانده و نتیجهش این است که جنگ طولانی میشه. آقای رسولی، وقتی شما دیگر هم شما میگید که بله 100% همه چیز در قبضه آقای غنی هست، من مثال زدم، افراد متعددی در رده های عالی حکومت حضور دارند، چه شواهدی هست، چه سند ملموسی هست که این گفته رو تایید میکنه؟ سندی است که تمام رئیس اجراییه، رهبران دیگه اقوام، معاون اول رئیس جمهور هم یال در اپوزیسیون نشسته و رهبران قومی، رهبران احزاب سیاسی همه جمع شدن و منتظرن که یک طرح ارائه بدن و روز شماری میکنن برای پایان حکومت اشرف غنی. و این واقعی است، این است، این خواسته مردم افغانستان برای بیرون شدن از این وضعیت است. آقای مرتضوی، چه پاسخی دارید شما به این انتقادها؟ بسیار موضوعات خوب مطرح کردن. اولی که آقای رئیس جمهور غنی برای اولین بار هست که تصمیم گیری ها را
به صورت شورایی در آورده. شما فعلا در جریان هستند که تمام شخصیت هایی که فعلا معترض هستند به سیاست های حکومت وحدت ملی عضو کابینه افغانستان هستند و ما به حیث یک کسی که شاهد هستم تا بیشتر از دو سال یک روز در کابینه کدام موضوع انتقادی از جانب اینا مطرح نشده، بنابراین چرا رو در رو در جایی که اونجا تصمیم گرفتن میشه پالیسی ها تدوین میشه اظهار نظر رو یا انتقاد نمیکنن؟ آقای اخلاقی صاحب، آقای صلاح الدین ربانی عضو شورای امنیت افغانستان است، عضو ارشد کابینه هست و به نمایندگی از جمعیت اسلامی تشریف میاره و بسیار خوب است که نگرانی ها در اونجا مطرح شود که متاسفانه هیچ وقت مطرح نشده و در سطح فیسبوک و رسانه ها صرفا ما میشنویم. موضوع دوم شوراهای اقتصاد هست، شورای عالی امنیت ملی، شورای توسعه شهری است، شورای عالی مهاجرین و ده شورا هست که در اون شوراها همه وزرای کابینه و همه رؤسای مستقل حضور داره و هیچ فیصله فردی صورت نمیگیره. رئیس جمهور صرفا مباحث جنبندی میکنه، بنابراین یک تمرکز قدرت وجود نداره. حق وتو هم نداره آقای رئیس جمهور. بله حق وتو هم ندارند آقای غنی. آیا نمیتونن مثلا تصمیم رو رد کنن؟ هیچ کس حق وتو نداره. تمام فیصله ها بر اساس مشوره صورت میگیره. ما در یک موضوع حداقل 20 وزیر کابینه، 20 عضو کابینه، 15 عضو کابینه اظهار نظر میکنه و تصمیم گرفته میشه که این موضوع تصویب شود یا رد. موضوع دیگه ای که آقای رسولی اشاره میکنه در مورد ناکامی سیاست دفاعی در زمان آقای کرزی در ارسوالی دونگام یک تپر طالبان تصرف کردند، دو هفته تمام جنرالای او زمان به شمول آقای کرزی جمع شدند و یک تپر از پیش طالبان گرفتن نتونست. ما امروز در فرا در 12 ساعت تونستیم حضور قوی داشته باشیم و همچنین در سایر ولایت کمانده های ما بین ولی در زمان آقای کرزی ولایت سقوط نکرده بود آقای مرتضوی، کما اینکه قندوز سقوط کرد، کما اینکه غزنی رو طالبان 5 روز کنترل کرد. بله ما شما باید بیارین مراسم 8 ثور در کابل به هم خورد، خیمه لوی جرگه به هم خورد، آقای صالح صاحب در اون زمان استعفا کرد، بنابراین مشکلات بسیار زیادی در اون زمان اتفاق افتاد. ولی شما وضعیت دوم، چیزی که بسیار مهم سیاست واضح جنگ و صلح است. رئیس جمهور هیچ وقت طالبان برادر خطاب نکرده، برخلاف چیزی که رسول صاحب میگه و تنها شخصیت از حکومت افغانستان است که در تمام قلوردوها از سرباز گرفته تا افسر و جنرال از نزدیک میره، مشکلات و وضعیت میبینه و سیاست جنگ و صلح حکومت وحدت ملی بسیار واضح و هیچ ابهامی وجود نداره. بحث قومی در رابطه با صلح که اخلاقی صاحب مطرح کرد از اساسات طرح آتش بس و پروسه صلح. ما خطوط سرخ داریم که موضوع وحدت ملی هست، تمامیت ارضی هست و یک عملکرد ما باید در روشنایی قانون باشد. یعنی هیچ چیز در تاریکی صورت نمیگیره و صلح در تاریکی ممکن نیست، پشت دروازه های بسته ممکن نیست و همه چیز در روشنایی صورت خواهد گرفت. آقای اخلاقی نظر شما چیه؟ این گفتگوهای صلحی که جریان داره چقدر شما آگاه و مطلع هستید و پشت درهای بسته یا در تاریکی نیست؟ پشت درهای بسته است، در تاریکی است. خیلی از مقامات حکومت وحدت ملی هم در زمینه آگاهی لازمه ندارن و این که حکومت هم در دست یک نفر است، اینم هیچ شک مردم افغانستان نداره. بچه‌ها آقای مرتضوی دیگه همه میدونن که چی است. یک بحث مطرح است که بیشتر همین متوجه آقای مرتضوی میشوه. برای سال نیاز است که با شناختی از بنیادهای جنگ پیش بره. چند تا مسئله است. طالبان به عنوان یک جریان ایدئولوژیک، آیا ایدئولوژیشان را تغییر دادن و یا حکومت افغانستان ایدئولوژیش را تغییر داده برای طالبان؟ طالبان به عنوان یک طرف قدرت طلب، آیا قائل شدن اینا آماده هستن چیزی قائل شوند؟ اینا با مردم در میان گذاشتن، مردم میخوان با چی تغییراتی میخوان، چقدر تغییرات، با کی مشوره کردن؟ وقتی اینا روی میز مذاکره می نشینن، اونا مطالبه میکنن، اینا چی دارن؟ در جمع طالبان به عنوان یک جریانی که مورد حمایت بارها حکومت افغانستان مطرح کرده که مورد حمایت سازمانهای خارجی هستن و او سازمانهای خارجی اهدافی دارن، خب در این مسئله چی شده؟ برای اون سازمانهای خارجی چی چیزی داده شده که اونا قانع شوند که دیگه حمایتی از اینا نکنند؟ اگه جنبندی بکنید وقتمون خیلی کم آقای اخلاقی. بله بله. خب حالا وقتی که با این بنیادها این توافقی صورت نگرفته، این سر از کدام آسمانی میآید؟ مردم افغانستان که میدانند، شما اگر مثلا تصور بکنید که طالبان ایدئولوژیشان را تغییر ندادن و شما با اونا صلح میکنین، من حکومت با اونا تسلیم میکنین یا شما یا اونا به شما تسلیم میشن، تغییر ایدئولوژی دادن چی هستی مثلا؟ خیلی وقتمون کمه آقای رسولی، در حد 30 ثانیه. آیا با مجموع حرفایی که شما با آقای اخلاقی زدین پس هیچ امیدی نباید به آتش بس و صلح داشت؟
من فکر میکنم که متاسفانه مانند هفته گذشته هفته ها و ماه های خونین و سختی را در پیش خواهیم داشت. وضعیت امنیتی رو به وخامت میره و از طرف دیگه اداره ترامپ هم هیچ الزامی به خود نمیبینه که استراتژی های دوره اوباما را ادامه بده و خود ملزم بداند. و طالبان هم یک رویکرد خیلی عملگرایانه نسبت به گفتگو با آمریکا داره، امتیازات مشخصی را میخواهد و طرف خود را آمریکا میبینه. منتها آقای اشرف غنی و دولت وحدت ملی، آقای مرتضوی خود دل خودشان را به جوک و شوخی و پاسخ دادن و درگیری با منتقدان سپری میکنن. اینا مثلا حرف میزنن که باید به طالبان آیسکریم بدیم. قصه طالبان و جنگ جدیتر از آیسکریم خوردن است. متشکرم از یاسین رسولی، شاه حسین مرتضوی، همینطور نور رحمان اخلاقی، آقایان از کابل و اینجا در استودیو با ما. ممنون که با این صفحه دو همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس bbcpersian.com/صفحه 2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجددا ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد. شناسه توییتر ما @bbcpage2. این برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر میتونید نظر خودتون رو درباره برنامه امشب برای ما بنویسید. همه برنامه‌های صفحه 2 در فیسبوک ما آرشیو شده. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. روز و شب بر شما خوش.